شدم احساس نیاز. خود را به نگر در این آینه ی راز. دستت به دعا بخوان هموار ز جان، این میهن خسته از ظلمت برهان، این میهن خسته آب اگر در دست داری زود بگذار و بیا، خواب اگر در دیده داری زود بپرداز و بیا. وقت رفتن شد به راهی داغ بر ریگی درشت، هم کله بگذار و کفش و بال پرواز و بیا. سلام بر شما. میگویند رمز یعنی ریگ داغ و راه رفتن روی ریگ داغ، چون در اون زمانی که این ماه رمضان نامگذاری میشده هوا به شدت داغ بوده، به طوری که سنگهای بیابون هم داغ میشده. شاید بشه اینطور ازش برداشت کرد که رمضان عبور از نوعی سختی هاست که ما بر خود هموار میکنیم. تا چی بشه؟ تا بدانیم که با هرچه تفاوت داریم، هرچه بیهوده به خود می رود و می آید، هرچه بی فکر به این فکر که کیست و چرا آمده و به کجا خواهد رفت و سرش گرم به کاری که در آن معنی و هدفی نیست که نیست. بله، رمضان رو میگن برای درک همین تفاوت و تمایزه، برای مرز کشیدن بین انسان و غیر انسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی قله آب در این دشت آتشناک، شوق افق دیده خندیده نمناک، ای ولوله باد بهاری به تن خاک، حس شرف شورشی بیدل بیباک، نامت خبر زلزله در خانه ضحاک.
رایحه باران در داغ مرداد، ای سائقه آتش نفسرده فریاد، ای سرکشی شعله ز خاک سر بیداد، ای حنجره حقحق رسواگر شیاد، نامت خبر زلزله در خانه ضحاک. عطر خوش نانی به تن سفره محروم، برق غضب از ابر دو چشم تر مظلوم، رؤیایی خوش طفل خیابانی معصوم، نور سحر شبکده میهن مغموم، نامت خبر زلزله در خانه ضحاک. ای وسوسه خیزش توفنده امواج، ای تیغه بیداد زمان را شده آماج، بردار فقیهان زمان صولت حلاج، خونخواه هر آن کشته یکی جویی حجاج، نامت خبر زلزله در خانه ضحاک. ای قلقله ای وسوسه ای ولوله ای شور، ای قلقله ای وسوسه ای ولوله ای شور، در تیرگی ظلمت یلدا خبر نور، تصویر سحر بعد افول شب بیجور، شورنده تن بر تب این نفرت منفور، کابوس هراسنده به خواب شب صفاک، نامت خبر زلزله در خانه ضحاک. نهج البلاغه نامه شماره 47، وصیت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام به فرزندانش امام حسن و امام حسین علیهما السلام. ای فرزندان عبدالمطلب، نبینم که دست در خون مسلمانان فرو برید و بانگ برآورید که امیرالمؤمنین کشته شد، امیرالمؤمنین کشته شد. بدانید که نباید به قصاص خون من جز قاتلم کشته شود. بنگرید اگر من از این ضربت که او زده است کشته شوم، شما نیز یک ضربت بر او بزنید. اعضایش را مبرید که من از پیامبر درود خدا بر او شنیدم که فرمود بپرهیزید از مسله کردن حتی اگر سگ گیرنده باشد. وقتی ستمگر و ولی فقیه جنایتکار بر جامعه حاکمه، فقر، بیداد و اختناق همه جا رو میگیره. هر روز از تماشای گرسنگی مردم، گرانی و سرکوب زنان و دستفروشان و کولبران قلب آدم به درد میاد و طاقتش تاق میشه. راه حل چیه؟ آیا باید مرعوب این فشارها و غمها شد؟ پیامبر هم از دیدن زنجیرها و فشارهای جامعه و شاید کل بشر چنین حالتی رو داشت. اما خداوند گفت من سینه تو را گشوده کردم، یعنی از همین فشارها نجاتت دادم. چطوری؟ با فرستادن قرآن، با نشان دادن راه. پدر طالقانی در کتاب پرتوی از قرآن گشودن سینه یا شرح صدر رو این چنین تفسیر کرده و نوشته: شرح صدر یا گشادگی سینه، چگونگی بیرون آمدن از سختی و فشار، شوریدن علیه قدرت پوچ ظالمان و پیشرفت نوع انسان را تشریح می کند. شرح صدر از مضامین دعوت پیامبران و دعوت به قیام و برخورد با دشمنان خدا و خلق است. بله،
همه جای فرهنگ انقلابی اسلام و قرآن پیام انسانیت و دفاع از انسان و توانمند شدن برای این قیام و خروشه و خداوند در این مسیر یاور همه راهیان راهه. ازبکستان رمضان عامل پیوندی بیشتر بین مردم ازبکستان است. آماده کردن افطاری بعد از یک روز روزه، دعوت همسایگان و آشنایان و نشستن دور سفره، دعای افطار با پاکی دلهای همگان و حالا وقت بزرگ داشت بزرگی و کرم و نعمتهای خدای بزرگ است. خدایا عبادات و طاعات ما را بپذیر. هر گروه از مردم در نقطه‌ای به میهمانی افطار آمده اند. این رمضان مردم ازبکستان است.
هم به سوی خدا برویم.